این روزها شاهد جنایت جدیدی از نیروهای سرکوبگر رژیم هستیم، مثل ضرب و شتم خانم آبادانی یا شکنجه و کشتن جوانی در مشهد. چرا خامنه ای دوز جنایاتش رو بالا برده؟ استراتژی معاویه این بود، النصر رو به روب. به نظر می رسد خامنه ای هم این خط را پیش گرفته است. مرداد سپهری در مشهد با شوکر و گاز فلفل توسط نیروی جنایتکار انتظامی به قتل رسید. کلیپ این جنایت نیروی انتظامی بلافاصله و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد. این جنایت خشم مردم را برانگیخت، به طوری که قضایی رژیم بعد از دو روز تأخیر مدعی تشکیل پرونده شد. چندی پیش هم ماموران جنایتکار انتظامی جوانان را در ملأ عام مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند. خامنه ای که برای جورج فلوید یقه می دراند در این جنایت ها ساکت و سمون بکم است. وقتی در ملأ عام این جنایات رخ می دهد، می توان تصور کرد در زندان ها چه بلایی بر سر زندانیان می آورند. خامنه ای در مرحله سرنگونی چاره ای جز سرکوب ندارد، ولی به قول خودشان نیترات نارضایتی انبار می کند. آیا او می تواند با توحش جامعه انفجاری را مرعوب کند؟ بله، آیا خامنه ای میتونه با توحش جامعه انفجاری رو مرعوب کنه؟ البته اون روی سکه این توحش هم وقتی هست که خامنه ای و رئیسی همراه با یک دو جین موجودات دیگر نظام مثل خروس بی‌محل ظاهر میشن و از نیروهای انتظامی رژیم تعریف و تمجید میکنن. اما چرا؟ بابک رهنورد و مهران صمیمی در بخش نگاه متفاوت به کنکاش این موضوع میپردازن. مهران سلام میکنیم به تو و میبینیم گفتگوی امروزتون رو. سلام به شما و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه تیک تاک. ظرف هفته‌های گذشته شاهد مجموع اقداماتی از سوی نیروی انتظامی رژیم بودیم که این موضوع واکنش‌های بسیاری رو هم در بین مهره‌های خود رژیم و هم از جانب مردم به دنبال داشت. کار به اونجا رسید که خود آخوند رئیسی مجبور شد به صحنه بیاد و شروع کنه به تعریف و تمجید از نیروی انتظامی. این بخش از حرف‌های آخوند رئیسی رو با هم ببینیم و بشنویم. باز می‌گردیم، من همراه با بابک رهنورد در خدمت شما خواهم بود. باید به الزامات و اقتضاعات اقتدار پایبند بود تا نیروی انتظامی ما در همه حوزه‌ها نیروی یک مهربان و دوم با تدبیر و سوم مقتدر جلوه کند. بله، اینطور که پیداست نیروی انتظامی خیلی زیر ضربه که آخوند رئیسی مجبور شده اینجوری بیاد و ازش تعریف و تمجید کنه. حالا سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده که اینا از رئیسی تا خود خامنه ای مثل خروس بی‌محل یک دفعه اومدن و شروع کردن به تعریف و تمجید از نیروی انتظامی؟ اصلا چرا باید تو این شرایط از نیروی انتظامی هی تعریف کرد؟ بله، یک جمله جواب میدم بعد باز میکنم، یه مقدماتی میگیم بعد کل این جواب رو باز میکنم. علت اینه که رفتن خوردن به دیوار سخت جامعه، این ضربه هایی که میخواستن به جامعه بزنن نشده، متقابل برگشت صورت خودشون، آدماشون دارن وا میرن. این رئیسی که داشت تعریف میکرد، من فکر کردم واجبه انجمن خیریه چیزی داره، تحمق خیلی مقتدر و مهربان و دلسوز و از چیزا با محبت و خامنه‌ای هم که گفتید بعد پیام داده، اصلا اینا دچار یک بیماری شدن، پیام و تعریف و تمجید از انتظار، اصلا معانی حاکمیت، مظهر حاکمیت، مظهر حاکمیت. بکنم سلامی هم مرحوم جوجاون هم خودشو قاطی میکنه، یک پیامی داده بود. ببین داستان خیلی ساده است. این رژیم چون خیلی بیشکاف میدونه هیچ مشروعیتی در جامعه ایران نداره، خطش رو با مردم ایران بسته. یعنی یادتونه دیگه، خمینی گفت دشمن نه آمریکاست نه کسی دیگه، دشمن در تهران بیخ گوشمونه و در کل ایران. یعنی دشمن اصلی نظام مردم ایرانن، برای همینم اون خط رو با دشمن اصلیش که مردم ایرانن میبند. ببینید در کشورهای پیشرفته یا کشورهای دیگه، اصلا پیشرفته هم نه، وقتی در زیر تحت فشار خارجی قرار میگیرن، میان با مردمشون وحدت کار میکنن، چون قراره به پشتوانه همین مردم جلوی اون فشار خارجی بایستن دیگه. در رژیم
چون میدونن که نفرت من اون دشمن هستیشون مردم ایرانه، نفرت مردم ایرانه بیشتر از هر کسی در دنیا از این رژیمه، بس هم فشار خارجی براشون ناچیزه در مقابل این نفرت. ولی همین رژیم به همین خط فعلی رو آورده که به اصطلاح وحشت افکنی و رعب آفرینی کنه، شاید از طغیان عمومی جامعه جلوگیری کنه و جلوی اون قیام محتوم رو بتونه ببنده. خب ببین، من به نظرم اینجا یکم توقف کنیم، چون به قول معروف سری که درد نمی کنن که دستمال نمی بندن. شما نگاه کنید، رژیم قطعاً که بیش از همه می دونه مثلا چرخوندن جوانها تو خیابونها یا ضرب و شتم دختر آبادانی یا قتل جوان مشهدی یا این اذیت و آزار هیستری که مردم به اسم امر به معروف و نهی از منکر، اینها تو جامعه تولید نفرت میکنه. از طرف دیگه این تولید نفرت هم تو این شرایط انفجاری جامعه خطرناکه. من میگم پس نمیتونه این یک خط باشه. احتمالا مثلا یه سرکرده نیرو انتظامی توی شهری یا مثلا یه مزدوری توی جایی از دستش در میره، به خاطر اینکه خب رژیم هم وضعیت نرمالی که نداره. پس بنابراین به خاطر این، وگرنه وقتی میگیم یک خط، خب باید که مینیموم اینه که با خودش حساب و کتاب کنه که تبعات این داستان چیه. بله. از اون طرف تو عرصه بین المللی هم آخه به ضررش میشه. قطعاً. بله بله. ببینید، چون اون پشت جبهه مماشاتگری که داره میگن خب اینها رو که میگن ازشون بسته میشه دیگه، چون یک سری هستن میگن بدنه های بدنه نیروی سرکوبگر رژیم رو میشه روش حساب کرد. خب بدنه رو هم میبینن که با شوکر و اسپری فلفل با مردم چیکار کنه. ببینید، اگر خب بیایم بریم تو این تابلو مطلقا محال، ولی که هم چند خطی با شما همراه میشه، اگر از دست کسی در رفته، خب برن اونو محاکمه کنن، اسمشو بگن، دادگاهشو علنی بذارن، بگن آقا این ایکس بود، این کار رو کرده و اون فرماندهی هم که فرمانده این بوده به دلیل بیلیاقتی، نالایقی، بیکفایتی بگیرن محاکمه کنن. مثل همه جای دنیا میگن آقا این پلیسه رفته این کار رو کرده، محاکمهش میکنیم خارج از ضوابط پلیس. شما در رژیم شاهدش این برخوردی بودید، اسمی در اومده که کدوم نفر. ببینید، در مورد گردوندن جوانها، وقتی کار به نفرت جامعه گریبانشون رو گرفت و موجب لعن و نفرینشون شد، همین رئیسی آمد گفت دستور قضایی نبوده، انتظامی هم نگذاشت نبرداشت، گفت اتفاقا طبق دستور قضایی بوده، ما اصلا ضابط قضایی هست. در مورد دختر آبادانی آمدن، دختر آبادانی آوردن اعتراف گیری اجباری. الان هم قضایی رژیم دنبال کیه؟ دنبال اون کسی که فیلم گرفته میگه اون اشاعه منکر کرده، نه اونی که رفته اون دختر رو زده. و در مورد جوان مشهدی هم گفتن که این اومده بوده محل رو به هم ریخته، همه رو میزده، نیروی انتظامی ما رفته خیلی با محبت شوکر و اسپری فلفل نشون داده که اینو ساکت کنه. به نظر شما این چنین کارهایی از رژیم در مقابل این چنین مواردی از توش در میاد خط، از توش در میاد کار فردی باشه یا خط؟ خب اگه کار فردی بود، همون آدم، همون پلیس رو میگرفت، همون مزدوری که شوکر زده یا اسپری فلفل گرفته، میگه آقا این مجرمه، محاکمه میشه. نه، خطه. خب اگه خطه، باز میبینیم که بالاخره اومدن گفتن که آقا این اشتباه شده، قضیه رو دنبال میکنیم. پس اگه خطه، علت این اظهاراتشون چیه؟ ببینید، قرار نیست هر طرحی که شیطان میریزه اجرا بشه، هر طرحی که خامنه ای خب رئیسی میریزن. ببینید، اینا اومدن یه حساب کتابی پیش خودشون کردن، یعنی میگی تست میکنن با جامعه. خب میرن میبینن جامعه جواب، جامعه چطوری جواب میده. در سعادت آباد میزنه بسیجی رو، مجازات میکنه. بعد تازه خود رژیم آمار میده که کلی از این مزاحمین نوامیس مردم و آسایش مردم به اسم رزیلانه و دجالگرانه ناهیان از منکر گوشمالی داده شدن و مجازات شدن. خب جامعه که ساکت نمیمونه که جوونشو بگیرن بچرخونن و ناموسش بگیرن بزنن و جوونشو بگیرن با اسپری فلفل بکشن. و خب جامعه جواب میده. وقتی که جواب میده، وقتی که میفهمن جامعه ای که قیام آبان رو با 1500 شهید رد کرده بیدی نیست که به این بادا بلرزه، خب به این غلط کردن ها میفتن. این کنش واکنش و به قول معروف دیالکتیک بین جامعه و دیکتاتوری. دیکتاتوری میاد تست میکنه، مردم هم میزنن تو دهنش، خب مجبور عقب نشینی کنه و بیشتر از این هم باید عقب نشینی کنه. و تمام این کارها رو ببینید، خامنه‌ای در یک دوراهی مرگباره، همه کارش هم میکنه که اون قیام محتوم اتفاق نیفته. ببینید، شما به پروسه قیام ها نگاه کنید، قبول دارید که تکامل قیام ها نشون میده که قیام بعدی با همه قیام ها فرق داره. اینو بهتر از من و شما خامنه‌ای میدونه. این تشبثات
ذلیلانه، برای همینی که جلوی اونو بگیره. خب جواب نگرفته، جامعه جریتر شده و زده تو دهنشون. خب مجبورم چنین چیزهایی بگم. این منطق منطقی است که بر این فعل و انفعالات بین جامعه و رژیم حاکم. بله، متشکرم از شما. بینندگان عزیز، نگاهی داشتیم، نگاهی متفاوت داشتیم به قضایای مربوط به جنایت‌های نیروی انتظامی رژیم و واکنش‌هاش در درون رژیم و بعد هم ترس رژیم از تبعات و پیامدهای اون. ممنون که با ما همراه بودید. تا دیداری دیگه و نگاهی متفاوت دیگه، خدا نگهدارتون. هموطنان عزیز، همراه بودید با برنامه تیک تاک برای بررسی آخرین تحولات. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.